all Afghans, all interested parties. زلمای خلیلزاد نماینده وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان اعلام کرده است که هفتمین دور مذاکرات امریکا و طالبان در قطر هفته آینده در 29 ماه جون آغاز می شود. حکومت افغانستان می گوید انتظار دارد که این دور گفتگوها به پایان جنگ بینجامد. مطالبات را که مخالفین مسلح حکومت از جمله طالبان داره، مطالبات را که مردم و دولت افغانستان داره، روی از اون مطالبات بحث صورت بگیره و ما شاهد حل مسئله افغانستان از راه گفتگو، مذاکره و سیاسی باشیم. دور هفتم مذاکرات امریکا و طالبان پس از دو دیدار زلمه خلیلزاد از کابل و گفتگوهای مفصل با چندین کشور منطقه و جهان صورت میگیرد. شورای عالی صلح افغانستان نیز میگوید که این بار امریکا طالبان را به آغاز مذاکرات با دولت افغانستان باید ترغیب کند. در جون میشه که چی کومه ناسته در طالبان و تحریک او در دکتر صاحب خلیلزاد ترمنس کیگی زمون هیل و توقع داده چی در بوکه ولیشی در افغانستان دولت او در طالبان و تحریک ترمنس در مستقیم و رسمی خبراتر و در لڑه پیل شی او در ترسنگ افغانان یو دایمی سولی تا ورسی. با این حال در آستانه دور هفتم مذاکرات امریکا و طالبان در دومین روز نشست صلح پاکستان، امیر قطر که کشورش میزبان دفتر سیاسی طالبان است به اسلام آباد سفر کرده است. آگاهان میگویند که اسلام آباد اهداف مشخصی از نشست پاکستان دارد. دولت پاکستان میخواهد از نظریات این سیاستمداران که به هر حال در آینده افغانستان دارای نقش و اثر مستقیم هستند بدانه که بعد از اینکه مذاکرات دور هفتم با آمریکایی‌ها به نتیجه میرسه اینا چی تصوری دارن از افغانستان بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان؟ شخصیت‌های مستقل مثل از این احزاب که رفتن اینا امکان دارن نظریات مطلق مختلف داشته باشه و گپای خود اونجا بره حکومت پاکستان بگه و حتما اونا پروگرام صحبت‌های خود به خاطر اشرف غنی عیار بسازند. پیش از این طالبان در 6 دور مذاکرات صلح با امریکا به پذیرش آتش بس و آغاز گفتگو با دولت افغانستان حاضر نشدند. اما امریکا تأکید می‌ورزد که توافق روی تضمین مبارزه با تروریسم و بیرون شدن نظامیان خارجی از افغانستان مستلزم توافق روی آتش بس و آغاز مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان است. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا صدای امریکا، کابل.